همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی، کوچه خونه ای در خانه سه طبقه بود، میرفتم میشستم طبقه بالا، فضا اکو داشت، برای خودم روی پله ضرب میگرفتم، یه دو ساعتی برای خودم کنسرت میذاشتم، لذت میبردم. مادر بزرگ هرگونکی میگفت بابا بس، بیا پایین غذا تو بخور. سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب خوب، جیباتون پرپول و تنتون هم سلامت باشه. امروز تاریخ 8 آبان اومدیم یه ویدیو داشته باشیم با هم دیگه. تصویری که دارید میبینید خیابون نادری گذشته یا جمهوری کنونیه، میریم توی بنبست فرزاد. خب همه ما از خونه پدری خودمون یه سری خاطرات داریم، شاید بارها به محل قدیمی خودمون سر بزنیم و یادی از گذشته بکنیم. توی اکثر محله ها بافت قدیمی جای خودش رو داده به آپارتمان های جدید و یه جوری میشه گفت خاطرات خوب گذشته رو با خودشون بردن یا آپارتمان های جدید. امروز میخواییم با همدیگه خونه پدری داریوش اقبالی رو با همدیگه ببینیم که دیگه تخریب شده و جاش آپارتمان ساختن. اومدیم تو بنبست فرزاد و امروز سعی کردم که بیام این مورد رو پوشش بدم تا با هم دیگه ببینیم. حالا شاید خیلی بگن که نه خونهش رو ولنجک بود و اینا. آره دوتا خونه هست، اینو تو ولنجک دیدونم همینجاست، ولی خب اونی که اینجاست خونه پدریشونه که دقیقا میشه همین آپارتمانی که میبینید و سفید رنگه با درب قهوه‌ای که دیگه قبلن تخریب شده، فکر کنم 1402 تخریب شده و این آپارتمان رو ساختن. حالا من عکس قدیمیشم یا فیلم قدیمیشم که براتون گذاشتم. داریوش تا اوایل دهه 50 تو این خونه زندگی میکرد و خانواده ایشون حتی در بعد از انقلاب هم اینجا سکونت داشتن. همین چند سال گذشته که یه نفر تو این خونه دیده شد و ازش پرسجو کردن، گفتن که اصلا نمیدونستیم این خونه داریوشه و قصد بازسازیش رو داریم، خریداری کردیم. حالا ما هم اومدیم ببینیم شکل حال امروزیش و فیلم قدیمیش هم که با هم دیگه دیدیم. اون فیلم قدیمی خب از پیج ما نبوده، از یک پیج اینستاگرامیه که با هم دیدیمش، ولی خب این فیلمی که امروز داریم الان ازش میبینیم و من دارم صحبت میکنم خودمون تهیه کردیم، گفتم به شما نشون بدم. خب اومدیم بیرون، مقاطع خیابون ابوریحان و نادری جمهوری هستیم. نمیدونم این ابوریحان در گذشته اسمش چی بوده، اما خب از اینجا ویدیو رو استارت زدیم.
ساختمون بسیار قدیمی هم یک سینما بود حتما، که اسمش رو نمیدونم ولی خب مشخصه سینما بود. یه عکس قدیمی هم اونجا هست، ازش گذر میکنیم توی خیابون نادری جمهوری کنونی قدم میزنیم ما هم دیگه. جلوتر پاساژ شانزلیزه است، توی اونجا هم میریم چرخی هم ما هم اونجا میزنیم. صدای موتوری زیاده دیگه، باید ببخشید الان تایم بازاریه. نما کنید چقدر موتوری ها تو پیاده رو رفت آمد دارن دیگه، این قشنگ قرار داشت ما رو زیر میگرفت. موتوریه که تکیه میدن موتوراشون رو به درخت و پارک میکنن، درخت هم جون دارن دیگه، آسیب میدن. کلن تو این مناطق صدای موتور بسیار به گوش میرسه، همه شون هم موتور هوندا 125. و جالبه که بدونید محدوده ترافیک هم هست و کلن اصلا موتوری ها خارج از موتور اصلا چون ها قوانین رو کاری باش ندارن و از هفت دولت آزادن، پلاکا رو مفتوش میکنن و ورود میکنن به مناطق بازاری و کارشون انجام میدن. تصادفی چیزی هم بشه فرار میکنن دیگه، یاد وای نمیستن. بارها بارها دیده دیدیم ما این صحنه رو و هم با اقسام خلاف ها رو انجام میدن. پلاکشون هم مفتوش، نه دوربین میگیره نه پلیس میتونه بفهمه، مگر اینکه یه هویی پلیس هم اونجا وایساده باشه مثلا توی یه درگیری مثلا موتورشون رو توقیف کنن. روزا گرمه، روزا گرمه، بعد از اون به بعد هوا دیگه خلو رو به سرما میره. الان من دارم قدم میزنم واقعا هوا گرمه، نه اونن گرمای تابستون ولی خب اندازه آبان نیست، هواش خوردی گرما احساس میشه. بریم وارد پاساژ شانزلیزه بشیم ببینیم چه خبره. حالا این قسمتی که اومدیم اکثرا پوشاک بچه هست دیگه، خب مغازه ها رو که میبینیم همه پوشاک بچه هست و خب مادرها رو میبینید مخصوصا، پدرها کمتر دیده میشه دیگه، الان مردای خونه سرکاره. خانم ها اومدن اینجا ببینن برای بچه هاشون خرید بکنن و حتما قیمتش مناسبه دیگه که الان همه شلوغه، حتما بعد از اون شلوغ‌تر میشه. یکی از پاساژهای بسیار قدیمی تهران و از قدیم این پاساژ بوده، دو سه طبقه است فکر میکنم.
خب این که دهنه پاساژ شانزلیزه بریم ببینیم. خب اینجا اکثرا لباس زنونه دیده میشه، لباس مجلسی که تو عروسی ها میپوشن دیگه، اون لباس عروسی. اینجا هم یه قدمی با هم دیگه بزنیم ببینیم. 90% خانوما هم دیگه دارن نگاه میکنن و بعضا ممکنه خرید هم انجام بدن. دوره یادمه مانکن های زنونه ممنوع بود توی مغازه ها تو ویترینش بذارم و مثل همون خوردن معجون که یه مدت تو ایران ممنوع بود. این داره یکم قدیمی ها یادشونه حتما. حالا فروختن سی دی و معاوره داشته من هزار تا داستان بوده دیگه. این مملکت پوست انداخته تا الان تو همین وضعیت خودشم قرار داره. وضعیت مناسبی نیست ولی در کل حداقل این چیزا دیگه نیستن. بچه های ده شست و پنجا که واقعا خیلی این چیزا رو دیدن و بیشتر آسیب دیدن از این نظر، بچه هایی که ده هشتدی هستن که زیاد این چیزا رو اصلا لمس نکردن. خب زدیم بیرون از شانزلیزه با هم دیگه بریم به سمت تقاطع نادری و ولیعهد یا جمهوری و ولیعصر. بریم بالا تو همین خیابون قدم بزنیم، خیابون ولیعصر، ببینیم چه خبره. اینجا هم اکثرا پوشاک دیده میشه مغازه ها. بحث خرید بیشتر بعد از اون فعاله، معمولا روزا خانوما درست دارم میان خرید میکنم، ولی خب جمعیتی که شما بیشتر میبینید خیلی دارشون هم یه کاری دارن، مثلا یه اداره جایی خیابون رفت آمد میکنن، ولی خانوما هم که آره خریده رو انجام میدن، خب بیشتر جرب خرید کردن و اینا بعد از اون کنن. پیشنهاد بدید برای ما که کجا رو دوست دارید براتون ویدیو بگیریم تو کامنت ها حتما بگید، صورتی که مقبول باشه استقبال میشه ازش و حتما این کار انجام میدیم. یکم جلوتر تقاطع داریم با لب بافی نجات دانه هم گذاشته اسمش چی بوده، ولی اون طرفش این سمت راستش میشه نوفل لو شاتو.
چقدر ما کت شلوار فروشی راسته داریم. الان همینجا هم به نظر من راسته کت شلوار فروشیه، خیلی مغازه کت شلوار داریم میبینیم. بعد باب همایون رو داریم، بعد میدون امام حسین یا میدون فوزیه رو داریم، خیلی راسته کت شلوار داریم توی ایران. و اینکه خب یه صنفی هم هست که اونقدر فروش ندارن دیگه، مثلا شاکای دیگه که لباس روزمره میفروشن اونقدر فروش ندارن، ولی خب حاشیه سودشون شاید بیشتر باشه. علیه